این تصاویر متحرک مبین اتفاقات است که اداره فضانوردی ایالات متحده ناسا انتظار دارد زمانی که سیاره کیوریوسیتی سفر نوماهه خود را به جانب سیاره مریخ خاتمه دهد اتفاق بیفتد. گروهی از دانشمندان محل نشست این سیاره در میان حفره که 150 کیلومتر عرض دارد و گیل کریتر یا دهانه آتشفشان نامیده می شود انتخاب نموده است. بعد از آن که پاراشوت باز شد، ماشین ها عملیه فرود آمدن را آغاز خواهد کرد. کوریوسیتی به واسطه کیبل ها فرود خواهد آورد، فرود با انفجار همراه خواهد بود که گفته می شود بر تجهیزات تجزیوی و مطالعه سیاره تأثیر گذار نخواهد بود. کوریوسیتی جسامت یک موتر را داشته و دارای 7 کمره است. کمره های قرار داده شده در قسمت بالایی تیرک کوریوسیتی ما را قادر به تصویر برداری از صخره های می کند که ما می خواهیم تحقیقات و تجزیه های کیمیایی را روی آنها انجام دهیم. وقتی چیز مخصوصا قابل تحقیق به نظر می آید، ما به آن نزدیک شده و بعدا شعاع لایزر از ناحیه قدمی سیاره ما به فاصله 7 متر بلندتر و دورتر بیرون می تراود. در همین هنگام صخره را ضربه زده و جرقه از نور را به وجود می آورد. بعدا ما به آن شعاع نظر می اندازیم که روی ترکیبات روشنی استوار می باشد. تجزیه این نور به ما می گوید که کدام عناصر کیمیایی در صخره موجود می باشد. سیاره می تواند با استفاده از برمه‌ای که دارد صخره ها را نرم ساخته و با بازوی رباتیک خود نمونه ها را جمع‌آوری نماید. بعدن کوریوسیتی نمونه ها را در وسایل خودش جهت تحقیقات و تجزیه های بعدی می اندازد. هدف این است تا دریابیم که آیا عمان دهنه صخره آتشفشان گاهی دارای شرایط حیاتی و محیطی بوده است که توانسته باشد حیات ارگانیسم های کوچک را حمایت و کمک نماید. بگذارید تأکید ورزم که ما مصروف انجام مأموریت دریافت حیات در سیاره مریخ نمی باشیم. کوهی که در ساحه آتشفشان قرار دارد معلومات زیاد و کافی را در رابطه با فرضیه سیر تکامل و حرکت دورانی سیاره به دست ما خواهد داد. اگر شما از طبقه تحتانی آغاز نموده و به طرف سطح و پیش بروید به کتاب داستانی میماند و ما فکر میکنم که دهنه آتشفشان خود یک کتاب بزرگ و خواندنی داستانی میماند. سیاره کوریوسیتی و عملیه فضاییش قرار است گرد هم آمده و تمرینات و آزمایشات نهایی آن در مرکز فضایی کنیدی در ایالت فلوریدا انجام یابد. قرار است در ماه دسامبر یا نوامبر به فضا پرتاب شود. خدیجه الکوزی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.